카슬의 너를 아몬. نمی دانم که شما دوره های باغ سرسبز دارالامان را، جایی که مردم برای تفریح با خانواده های خود به آنجا می رفتند به یاد دارید یا نه؟ این قصر پرشکوه در آن وقت ها نمادی از دوره تاریخی امان الله خان بود و داخلش را کسی نمی دانست چی است، اما ورود به باغ آن اجازه بود. تا جایی که ذهن من بیاد دارد، پایین این قصر مجلل باغ سرسبزی بود با باغبانان سال خورده، درختان انبو و جویچه های آب زلال، گلهای رنگارنگ و طبیعت زیبا. وقتی کودک بودم، روزهای جمعه با فامیل برای تفریح و گشت و گذار به این باغ سرسبز می رفتیم. مادرم نزدیک جوی آب و سایه درخت فرش را پهن می نمود، اشتوب را روشن می کرد و چاینک فلزی آب را بالایش می گذاشت تا جوش آمده و چای را دم کند. مردم معمولا از خانه غذای پخته می آوردند و آخر هفته را در این محل سرسبز با خانواده هایشان سپری می کردند. کسانی که امکانات بیشتری داشتند آخر هفته را با پغمان و قرغه که چندین مرتبه بزرگتر از باغ دارالامان بود می رفتند. من در نواحی دارالامان بزرگ شدم. از خانه ما تا این باغ 3 ایستگاه سرویس ملی بس فاصله بود. بچه های همسن سال من که در جای رئیس دارالامان زندگی می کردن و بچه های همان چند محل دوربر با خانواده هایشان روزهای جمعه در همین باغ با یکدیگر دید و بازدید می کردن. چاشت که می شد، مادرم دیگ غذای از قبل پخته شده را بالای اشتوب می گذاشت تا گرم شود، غذا را می کشیدن و بشقاب بشقاب سر دسترخان به همه تقسیم می کردن. پدرم به دیگران تعارف میکرد: بفرمایید نان آماده است. کسی به ما بولانی میداد و ما به آنها یک قاب کچیلی هراتی، کسی سلاته و ماست و کسی دوغ و چای. تیپ های 530 چالان بود و صدای ناشناس احمد ظاهر، استاد رحیم بخش، استاد سرهنگ از هر گوشه و کنار شنیده میشد. روز جمعه را با خوشحالی سپری میکردیم و به خانه برمیگشتیم به انتظار هفته دیگر. این شور و همهمه در تمام کشور ما یکسان بود. روزهای رخصتی همه برای میله و هواخوری به قرغه، پغمان، سروبی، سالنگ، 12 امام و سخیجان، استالف، جلال آباد، قندهار، هرات و بالاخره هر جایی که سبز و سایه‌دار بود و آب روان داشت می رفتند و دور هم جمع می شدند و به دیگ و دیگ چپزی می پرداختند. ما طفل بودیم، بی خبر از نعمات خداوندی که داشتیم قد کشیدیم. تازه پشت لب سیاه کرده بودیم که همه دروازه های آرامش برای ما بسته شد. در سرزمین ما موج روشن فکری قد برافراشت و هیاهوی دیگری را برپا کرد. کسی راست و اسلامی شد و کسی هم چپ و کمونیست. قصر زیبای دارالامان وزارت داشت. در هر گوشه‌اش پیره‌دار ایستاد و دیگر نمی‌شد داخل آن باغ رفت. پغمان منطقه ممنوع اعلام شد. راه‌ها و شاهراه‌ها را بنبست‌های امنیتی مسدود کرد و فضای باز کشور قفس گشت. دیگر کسی به میله نمی رفت و همه زندانی خانه شدند. رژیم ها یکی پی دیگر مانند فصول سال تغییر کرد و این قصر همان گونه پا بر جا و استوار مانند درخت ایستاده بود و تماشا می کرد. در داخل این قصر انسانهای زیادی کشته شد، ولی سقف این قصر باز هم صبر داشت و تماشا می کرد. راکت و مرمی و بم در پیکرش انفجار کرد، ولی دیوارهای این قصر استاده بود.
استاده بود تا زمانی که امواج تشنه و کشنه یکی پی دیگر بالایش ریخت و او را که نماد علم و معرفت بود، یک تاریخ با عظمت بود، یک فرهنگ ملت بود، به ویرانه مبدل کرد. هر کس راکتی به افشار، دیدانا، شفاخانه نور، تپه تاجپک میزد، راکتی هم به قصد دارالامان میزد. آنقدر به سر و پای این موجود بی زبان زدن تا نه چوکات و نه دروازه، نه نقش و نه سقف برایش گذاشتند. ولی باز هم با وجود درد و خستگی، این قصر هنوزم استاده است و با ستونهای قوی و تاریخیش با وقار تماشا میکند. مینگرد به مردمی که مبارزه کردند و او را بنا نهادند. مینگرد به آنانی که ترقی وطن ایمانشان بود اما آن را به دستای بیگانه سپردند. مینگرد به آنانی که شریعت را قانون خدا میدانستند و با همه ایمان قرآن آن را در همین خرابه با آتش کشیدند. مینگرد به آنانی که کمر به دوباره سازی کشور بستند اما دوباره سازی این نماد صلح و جنگ را به فراموشی سپردند. امروز این قصر باوقار همچنان در جایش ایستاده است و با تن فرو ریخته اما سربلند با زبان بی زبانی صدا می زند آن عده مردم را که در سایه درختان سرسبزش، در لب جویچه هایش، در کنار گلبرگ هایش فرهنگی داشتند و فرهنگ سرای. کوچ کرده دست دست آشنایان اندلیبان، باغ خالی، باغچه خالی، شاخ خالی، لانه خالی. باز تا کاروانی رفته باز آید، باز تا دلبرانی ناز ناز آید، باز تا مطرب و آهنگ و ساز آید، با کلفشانان نگاری دل نواز آید، باز تا بربری ها پسر اندازه گل بیفشانی و می بر ساغر اندازه.